عباقه به خروج نیروهای روسیه از سوریه برای ایران و اسرائیل و پیشبینی افزایش سرمایه گذاری ایرانی ها در بازار مسکن در لندن پس از لغو تحریم ها موضوع سه مقاله در نشریات بلومبرگ، هارتس و ایندیپندنت است. بلومبرگ در مقالهی با عنوان عقب کشیدن روسیه از سوریه با توجه به اختلافات بر سر سرنوشت اسد خطر شکاف با ایران را به همراه خواهد داشت می نویسد روزنامه های طرفدار ایران در منطقه نوشتند این امر دستاوردهای ارتش سوریه را به خطر می اندازد و ممکن است ایران را هم مجبور به بیرون کشیدن نیروهایش از سوریه کند. یک کارشناس روس میگوید تصمیم مسکو در بی اطلاعی کامل تهران اعلام شد و موضع اسد را در مذاکرات آتی با اپوزیسیون تضعیف می کند. یک قانونگذار مجلس روسیه معتقد است اقدام مسکو از جهت هل دادن اسد به سوی مصالحه ضروری بود. هارس در گزارشی با عنوان رولین به پوتین میگوید هر راه حلی برای سوریه نباید به تقویت ایران و حزب الله منجر شود به گفته های رئیس جمهوری اسرائیل پیش از دیدار با همتای روسش پرداخته که گفته است همه میدانند داعش خطری متوجه تمام جهان است اما برای ما شیعه منیادگرای ایران خطری کمتر نیست دولت و ارتش اسرائیل هیچ اطلاعاتی از تصمیم خروج نیروهای روسیه از سوریه نداشتند یک مقام اسرائیلی میگوید روسیه میداند که ماندن حزب الله در سوریه اتفاق خوبی نخواهد بود ایندیپندنت در گزارشی با عنوان املاک لندن انتظار افزایش 25 درصدی خریداران خارجی از ایران به نقل از یک آژانس املاک در لندن که مالکیتی ایرانی دارد می نویسد به دنبال لغو تحریم های ایران سرمایه متمول ایرانی یا خریدارانی با دارایی های به ارزش دست کم سی میلیون دلار طی 5 تا 10 سال آینده تا 6 میلیارد پوند در خرید املاک در خارج از ایران سرمایه خواهند کرد و به دلیل ادامه محدودیت ها در نیویورک و لس آنجلس هدف اصلیشان املاک لوکس در لندن و پس از آن دوبی، سوئیس، آلمان و جنوب فرانسه خواهد بود. گانه، صدای آمریکا واشنگتن